با سلام به شما دوستان و همراهان گرامی برنامه جاده های شیشه ای. طبیعت و بستان بار دیگر جوان می شود و ما ایرانیان در سراسر این کره خاکی دوباره به استقبال بهار و نوروز جاودان می رویم. من پرشیا به همراه گروه هنرمندان خانم کیاندخت، خانم نفیسه، آقای حیدری و با تکنوازی آقای قیدرپور در خدمت شما سروران هستیم. امید است برنامه شایسته سلیقه ویژه شما بینندگان عزیز ارائه کنیم. منشأ و زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست. برخی از روایت‌های تاریخی آغاز نوروز را به بابلیان نسبت می‌دهند. بر طبق این روایت‌ها، رواج نوروز در ایران به سال 538 قبل از میلاد، یعنی زمان حمله کوروش بزرگ به بابل باز می‌گردد. همچنین در برخی از روایت‌ها از زرتشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. سنگ نگارهای تخت جمشید نماد نوروز زرتشتیان را نشان می‌دهد. در اعتدال بهاری، در روز نخست نوروز، نیرو و توان شیر و گاو در حال نبرد برابر است. شیر نماد خورشید و گاو نماد زمین است. در برخی از متن‌های کهن ایران، از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و در برخی دیگر از متن‌ها کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. پدیدآوری نوروز در شاهنامه بدین گونه روایت شده است که جم در حال گذشتن از آذربایجان بر روی تخت جمشیدی اری جمشید فرود آمد و با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو و جمشید را جمشید نامیدند. ما
مهمترین چهره های اسطوره‌ای مانند جمشید، سیاوش و کیخسرو پیوندی نزدیک با نوروز دارند. نوروز روز پیروزی بزرگ جمشید بر دیوان است که نماد پلیدی هایی چون سرما، تاریکی، جهالت و خشونت بودند. عروج جمشید و عروج کیخسرو در این روز اتفاق افتاد که تفاسیر گوناگونی را به همراه دارد. در این روز جمشید جهان غیب را در جام جهان نما مشاهده کرد، همان جامی که در آن کیخسرو جای بیژن را مشاهده کرد. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز نو برپا شد. نوروز آمد، نوروز آمد، هم خنده می هم نغمه می گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد، پیروز آمد، جانانه من در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. در صحن چمن بس جلوه گری پا داری، با خاره گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز نو برپا شد. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال، سه‌شنبه شب برگزار می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که
نشان دهنده کهن بودن جشن چهارشنبه سوری است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده است. واژه چهارشنبه سوری از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده است. طبق آیین باستان در این روز آتش بزرگی برافروخته می شود که تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگاه داشته می شود که این آتش معمولاً در بعد از ظهر زمانی که مردم آتش روشن می کنند و از روی آن می پرند آغاز می شود و در زمان پریدن می خوانند زردی من است و سرخی تو از من. این جمله نشانگر مراسمی برای تطهیر و پاکسازی مذهبی است که واژه سوری به معنی سرخ به آن اشاره دارد. برگزاری چهارشنبه سوری که در همه شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم بدین صورت است که شب آخرین چهارشنبه سال یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه‌شنبه بیرون از خانه جلوی در فضای مناسب آتش می‌افروزند و اهل خانه زن و مرد و کودک از روی آتش می‌پرند و با گفتن زردی من است و سرخی تو از من بیماری‌ها و ناراحتی‌ها و نگرانی‌های سال کهنه را به آتش می‌سپارند تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند. از باورها و رسم‌های چهارشنبه سوری که هنوز به کلی فراموش نشده اند و در برخی از شهرها و روستاها هنوز این مراسم‌ها برگزار می‌شوند عبارتند از کوزه شکنی. آن بوده که کوزه کهنه‌ای را برمی‌داشتند و در آن مقداری نمک و زغال و سکه ده شاهی می‌انداختند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر می‌چرخاندند و نفر آخری آن کوزه را از پشت بام به کوچه می‌افکند و می‌گفت درد و بلای ما بره توی کوزه و بره توی کوچه. دوباره رسیدن فصل بهار، دوباره نو شدن قول و قرار، دوباره محبت و عشق کنون خوش باشیم تو این دو روز روزگار. دوباره فصل شکفتن دل، دوباره کنار گذاشتن گله، نکنه یه وقت یادمون بره که دیگه بر نمیگرده این بهار. عید اومده، عید اومده بهاره، آنی را به خونمون میاره. عید اومده، عید اومده بهاره، هرچی از خدا میخوای برات هدیه بیاره. دلای بیغم خب بینندگان عزیز، با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید و بیننده برنامه جاده های شیشه‌ای. برنامه جاده شیشه‌ای از طرف گروه فرهنگی شبکه جهانی خانه ایران خدمت شما عزیزان عرضه میشه. هر هفته کماکان این برنامه ادامه داره تا اینکه آماده بشیم برای روز نهایی که همون اجرای شب‌های شعر در شهر بزرگ تورنتو خواهد بود. بنابراین حضور همه شما رو خیر مقدم میگوییم و از اینکه با ما همراه هستین خوشحال و خرسند هستیم. این ویژه برنامه امروز در رابطه با چهارشنبه سوری و رفتن به پیشواز عید نوروز، خجسته میلاد بهار که همه ما عاشق این ایام هستیم، از بچه‌های کوچیک گرفته تا زن و مرد و پیر و جوان و هر جای که فارسی زبانان هستن و ایرانیان عزیز و هموطنان گرامیمون،
این عید نوروز خجسته رو جشن میگیرن و ما با این برنامه ها سعی میکنیم یک مقدار چاشنی بدیم به برنامه های عید. در هفته های آینده ما مراسم جاده های شیشه‌ای و برنامه جاده های شیشه‌ای رو لابلای برنامه های نوروزی ضبط خواهیم کرد و از شما عزیزان دعوت میکنیم حتما بیننده برنامه های نوروزی و همینطور جاده های شیشه‌ای باشید. با قطع شعری در رابطه با فصل بهار و میلاد بهار به استقبال این فصل زیبا و عاشق کش می رویم. شنیدم برگ زردی غم به دل داشت، تنی رنجور و آغشته به کل داشت، زمین افتاده از فصل خزون بود، از این افتادگی روی خجل داشت. می گفت جایم بلندای درخت است، درخت بی من بدون تاج و تخت است. بهم گفت با زبون بی زبونی که دوری از گل و از ریشه سخت است، که دوری از گل و از ریشه سخت است. بهش گفتم مخور غم برگ نازی، مبادا رنگ و روی خود ببازی. رسد روزی که از تن پوش سبزت طبیعت را دوباره زنده سازی، طبیعت را دوباره زنده سازی. بهش گفتم که گل در انتظار است، زمین در انتظارت بیقرار است، صدای نغمه بلبل به گوش است، که این آغاز میلاد بهار است. صدای نغمه بلبل به گوش است، که این آغاز میلاد بهار است. بهش گفتم بهاران خواهد آمد، دوباره گل به بستان خواهد آمد، به امید بهاری مملو از گل، که گل آید گلستان خواهد آمد، که گل آید گلستان خواهد آمد. امیدوارم که دل هاتون همیشه پر از شادی و ایام به کام همه شما هموطنان باشه. خوش بگذرونید و زندگی رو برای خودتون زیبا و زیباتر بکنید. به استقبال عید نوروز می رویم. در کنار فرهیختگان عزیز و همکارانم خانم کیاندخت و خانم پرشیا و همینطور خانم نفیسه با هنرنمایی استثنایی جناب آقای قیدرپور برنامه رو پیش می بریم با اشعاری در رابطه با بهار. با ما باشید.
داره یادی از عماد دین سید علی نسیمی شیروانی و شعر مشتاق گل او بکنیم، شعری که در وصف جوانان ایران و همه ما و عشقی که ما به مام میهن داریم سروده شده است. مشتاق گل از سرزنش خار نترسد، حیران رخ یار ز اغیار نترسد. عیار دلاور که کند ترک سر خیش، از خنجر خون ریز و سر دار نترسد. آن کس که چو منصور زند دم ز اناالحق، از طعنه نامحرم اسرار نترسد. ای طالب گنج و گوهر از مال میندیش، ای طالب گنج و گوهر از مال میندیش. گنج و گوهران برد که از مار نترسد. گر بی بصری می کند انکار من از عشق، سهل است و چه غم، عاشق از این کار نترسد. در عشق چو بیم سر و جان است ولیکن، در عشق چو بیم سر و جان است ولیکن. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد. اندیشه ندارم ز رقیبان بداندیش، از خار جفا عاشق گلزار نترسد. در سایه فضل ایمن از آن است نسیمی، کان شیر دل از پنجه کفتار نترسد. این روزا خیلی برام ناز میکنی، سر ناساز داری ساز میکنی. ای چشم تا به رخ من میکشی، عین دون دون رو پرواز میکنی. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. خودت این جای دل جای دل، خونه کردی توی دل های دل. مگه یک دل رو به چند تا میسپرم که به سر داری تو صدای دل. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. موسیقی
این جای دلت جای دیگه، خودت این جای دلت جای دیگه، خون کردی توی دل پای دیگه. مگه یک دل رو به چند تا میسپارن که به سرداری تو صد پای دیگه. یادت رفته اون روزا تو با من برمیزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. دیگر از مراسم مربوط به چهارشنبه سوری فالگوش ایستادن است. بدین معنی که کسانی که حاجتی دارند نیت می کنند و سر چهار راه یا در معبری فالگوش می ایستند و به حرف نخستین عابری که از کنارشان می گذرد توجه می کنند و هر کلام که از دهان او در آید در استجابت مراد خود به فال بد یا خوب می گیرند. اگر گفته عابری موافق با آرزوی صاحب حاجت باشد، آن آرزو را برآورده شده می دانند. در ایران رسم است که پیش از پریدن آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را که از پیش فراهم کرده اند، روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در 3 یا 5 یا 7 کپه می کنند. با غروب آفتاب و نیم تاریک شدن آسمان، زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها را آتش می زنند. در این هنگام از بزرگ تا کوچک هر کدام 3 بار از روی بوته های افروخته می پرند تا مگر ضعف و زردی ناشی از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند و سلامت و سرخی و شادی به هستی خود بخشند. مردم در حال پریدن از روی آتش ترانه هایی می خوانند، مثل زردی من از تو، سرخی تو از من.
غم برو، شادی بیا، مهنت برو، روزی بیا. قشنگ و دور از دست رسید وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از توی سبزه‌زار میاد شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی دلم میخواد حرف بزنی افت سکوتو بشکنی مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی اونی که تک خال تویی
جشن آتش، جشن شادی، جشن نور. گاه آتش بازی و شام سرور، آتش زرتشت و نور ایزدی، پرتوی از دادگاه سرمدی، از اهورایی که شادی آفرید، در پناهش مهر و نیکی شد پدید. رمز آتش بازی و روشنگری، سرخی و گرما و شادی پروری. یادگاری از کهن آیین ماست. اینجا رو اشتباه کنم. یادگاری از کهن. همون یادگاری. یادگاری. یادگاری از کهن آیین ما. روزگاران خوش و شیرین ما. آری امشب جشن سور و آتش است. جشن رقص شعله های آتش است. هموطن ای یار هم پیمان من، خیز و از آتش تو سرخی وام گیر، کام دل از گردش ایام گیر. باید امشب از غم و زردی گذشت، همچو شاخی در بهاران سبز گشت. کم کمک چاوشی شاد بهار، دامن افشان میرسد از کوهسار. چشم تا بر هم زنی عید آمده، روز خوب جشن جمشید آمده. فروهرها میهمانت میشوند، همنشین مهربانت میشوند. ای درخت سرفراز آریا، ای به درد ما میهن آشنا، هر کجای این جهان داری سرا، گوش کن با جان و دل پند مرا. ما همه از یک تبار و ریشه ایم، پیروان نیکی اندیشه ایم. مهد ایران ریشه و شاخسار ما، بهر ماندن ریشه باید استوار. بهر ماندن ریشه باید استوار. ورنه در طوفان سرای روزگار، شاخساران را نمی ماند قرار. لیک اگر روزی من و تو ما شویم، جنگلی سبز و گشن می پروریم. مهر میهن در سرشت و جان ما، تا ابد پاینده باد ایران ما. تا ابد پاینده باد ایران ما. با تشکر از همه شما فرهیختگان و فرهنگ دوستان عزیز، امید است برنامه این هفته ما نظر شما را جلب کرده باشد. به اتفاق همه دوستان عزیزم در جمع گروه جاده های شیشه‌ای از شما خداحافظی می کنیم. ساقی، گل و سبز بس طربناک شده است، دریا که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین
که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است. همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، شم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلوم چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، تشنه ی چشماتم، منو سیرام چی آروم.